خیلی گوشه گیر. من نمیدونم بر اثر چی بود. یاد ندارم یه دفعه یه والیبالی بازی کرده باشه یا فوتبالی بازی کرده باشه، اصلا بازی کرده باشه. من نهید تنها بازی که دوست داشت اونا تو خلوتی میگه بیا شمشیر بازی کنیم. یکی هم قویه که بود انقدر میزد چون ما بشکنه. اگه باش رفیق می‌شدی خیلی مهربون بود. کنار نگاه می‌کردی نه. اما وقتی باش قاطی می‌شدی قلب خیلی رفیق بود. خیلی رفیق. درسش نه خوب بود نه بد. از مدرسه که میومد دفتر کتابش رو گذاشته نگذاشته میرفت در مغازه پدرشون کمک کرد. پدر ما عقیده داشتن که ما خیلی تو کوچه نباشیم، برای همین ما چهارتا داداش حسرا میرفتیم کمک پدر. معمولا روزهای عادی تا ساعت 9 شب بود تا مغازه بسته میشد و حدود یک ماه دو ماه بعد که کار بیشتر بود تا 1-2 شب ما کارمون طول میکشید تا تعطیل بشه مغازه.
با توجه به اینکه تنها شیرینی فروشی هم بودن که با روغن کرمانشاهی کار میکردن، از قبل از عید شروع میکردن به شیرینی پختن. تمام این طبقه بالا حتی گاهی اوقات اگر که بیشتر میشد تا توی پله ها رو تا 1 متر شیرینی میچیندن. البته کارگرها زودتر میرفتن که صبح بتونن بیان. بعد ما 4 تا داداش تا دیر وقت با هم کمک میکردیم و کار انجام میدادیم. یه خاطره یادم هیچ وقت یادم نمیره. سر کلاس درس خوابش بود. یه دیدم معلم میگه دست داشت نکن. میدونست این شبا کار میکنه، نذاش بیدارش کن، بذار بخواب. برادر کوچیکم کمتر کمک میکرد. خیلی وقتا با پدرم رو در رو میشد و محکم میگه من نمیکنم، نمیام، نمیخوام. یه همچین حالتی رو داشت از اول. به خاطر همین احمد گفتش که مثلا بهتر بخواد کمک کنه و یه وضعیت مهربون تری داشت و با گذشتر رفت شبانه خوندن و کمک بیشتری به آقا. ولی کار سختی بود برای هر 4 تاشون. در زمان خودش حاج غلام حسین مرحوم سال 45 و 46 ماشاءالله بروبیایی داشت. یادم این ماشین شبلدش سفید 66 هم خریده بود. یه راننده هم گرفته بود تو محل کوچه 40 تن کسی نداشت. بابا خیلی دوستش داشت، چون خب من فکر کنم مرامش از نظر مذهبی از ما بهتر بود. من یه آدمی بودم تقریبا تک بودم، تنها بودم. ایشون هم تنها بود. من وقتی صحبت می‌کردم مثلا از وضع زندگی، چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، بزرگ بشیم چیکار کنیم، چیکار نکنیم. اون دوست داشت مثلا یه آدم قوی بشه که اونایی که مظلوم واقع میشن و نجات بده. اکثر حرفش اینجوری قدرت، نیرو، ثروت هم نفقه قدرت. من یکی دو دفعه دعوا شده بودم به بچه ها، مگه ول میکرد؟ تا یارو نمیکش ول نمیکرد. به این سادگی نبود یه چک بخوره یه چک بزنه یا ول کنه جداش کنم بیرون، نه. بعد از اون دیگه احمد دیگه گوشی گیر شد. احمد کم دیدی. کجا میره چیکار میکنه دیگه متوجه نشدی.
در منزلی که ما مولوی داشتیم زندگی میکردیم زیر زمینی داشت که احمد اونجا کیسه بوکسی آویزون کرده بود و تمرین بوکس میکرد خیلی به صورت جدی. مدتی از این موضوع گذشت و احمد مشکلی براش پیش اومد. با مراجعه که به دکتر شد متوجه شدیم که ایشون ناراحتی قلبی داره. دکتر تأکید کرد که حتما عمل قلب باز رویشون انجام بشه. ایشون حدود نزدیک به 40 روز تو بیمارستان بستری شد. فراغتی برای ایشون پیش اومد که بتونه کتاب بخونه، مطالعه داشته باشه. هر زمان که ما میرفتیم اگر که مثلا گمپودی ها شنی میگو من اینا رو نمیخوام، شما سعی کن این کتاب بر من بیارید. لذا اون کتابی که میخواست میبرنیم و خیلی به سرعت کتاب ها رو ظرف یک دو روز تمام میکرد و دوباره کتاب جدید میخواست و ما نمیدونستیم اون زمان چی تو فکر ایشون میگذره. احمد عاشق کار فنی بود. دوستی داشتم که ایشون یه شرکت تأسیساتی داشت. یه روز احمد به من گفت که اگر امکان هستش با ایشون صحبت کنم، من چند ماهی بدون حقوق برای تجربه کاری به شرکت ایشون برم. گفت فریده جون دعا کن من توی این شرکت قبول بشم، هر چی بخوای برات میگیرم. اون موقع تازه از این همبرگرهای گرد اومده بود. گفتم احمد جون یه دونه از اون همبرگر گردا اگه برام بگیری برات دعا میکنم. گفت باشه، قول بهت میدم. عصری که شد توی یه پاکتی یک عالمه از این همبرگر گرده آورده بود، اول به من تعارف کرد بعد بقیه افراد خانواده. خیلی دوستش داشتم، از همه برادران بیشتر. بعد از یکی دو ماهی که ایشون تو شرکت دوست ما کار کرد خیلی مورد توجه دوستم قرار گرفت. اونا یه دفتری داشتن توی خرم‌آباد. احمد رو فرستادن اونجا به عنوان مسئول دفترشون تو استان لرستان. احمد رفت اونجا و حدوداً 6 ماه بیشتر طول نکشید که براش اون اتفاق افتاد. برخورد من با ایشون موقعی بود که من رو صلیب کرده بودن در اونجا. اولین برداشت من برداشت خوبی نبود، چون اون موقع افراد مذهبی و گروه های دیگه از ظاهرشون تقریبا مشخص بودن. مثلا مذهبی ها ریش داشتن، گروه های چپ و کمونیستی و امثال هم اونا سبیل میذاشتن و حاج احمد رو من با سبیل دیدم. Thank you.
مظلوم بود. توی خونه اصلا من فکر نمی کردم که وارد سیاست بشه. میام اصلا تو ذاتش نبود. به خاطر همینه که من تعجب کردم که یهو چطور انقدر انقلابی. همیشه میگفتم که این انقدر مظلومه که اگر ببخشید تو سرش هم بزنن سرشو بلند نمی کنه. گفتن که احمد زندانه، داریم بریم ملاقات. دو سه روزی که طول کشید که اینا رفتن خرم آباد و برگشتن، وقتی مادرم برگشتن هم خیلی گریه میکنن. پرسیدم که چی شده، گفتن که بمیرم بچم. دستاش جای تنابایی که بسته بودن روی موچای دستش همش زخم بوده، ولی در این حال گفته که مادر نگران نباشین، من مشکلی ندارم. با یکی از چپی ها بحثش در گرفت که هر چیزی اون گفت جوابش رو داد، به طوری که اون گفت مطالعه میکنم دوباره بیام جوابتو بیدم. اینجوری گفت. با تعجب دیدم خوشبختانه ایشون آدم مذهبی حسابی هم هست که ما احساس کوچیکی میکریم نسبت بهشون. دادگاهی در پیش داشتن که خوشبختانه انقلاب پیروز شد. احمد هم مثل بقیه زندانیای سیاسی آزاد شد. من وقتی فهمیدم احمد پاسدار شد، پیش خودم گفتم احمد بازی شد. اونی که میخواست شد. میگفت میخوام قوی بشم شد. خشونت های گروه های مسلط بعضی خبرها که میدادن بسیار وحشتناک و دردآور بود. بعضی از این سربازا رو حتی بعضی از سپاهیارم گرفته بودن، تنها برده بودن، شکنجه که داده بودن، پوستشون رو کنده بودن، یعنی پوست صورت رو کنده بودن. خواسته اصلیشون این بود که کردستان جدا باشه، رئیس شهربانی که ما اونجا گذاشته بودیم شبانه میریزن، میکشنش، قطع قطعش میکنن. جواب خیلی ملتهب. سپاه تشکیلاتی که نداشت که بگیم آقا تشکیلات داشت، سازمان داشت، فلان بود، اینجوری بود، اونجوری بود، نه، همه اینا یه نیرو عادی بودن. فرمانده شون از همون ابتدا آقای بروجردی بوده. بروجردی یه خصلتی که داشت گوهرشناس بود. بروجردی دورشناس بود، گوهرشناس بود. Thank you.
شرایط وضعیت حاج احمد این رو حکم کرد چه سربازی رفته؟ آدم قبراق و انقلابی و فعاله، یعنی اصلا زندانی قبل از انقلاب بوده. و این ارتباط بروجردی و متوسلیان از کجا شروع شد؟ همونجا تو پادگانه ولیعصر شروع میشه. آیا متوسلیان این ویژگی هایی که داشت تو خود پادگان ولیعصر به عنوان یک محوریت قرار میگیره و در بین بچه ها اونجا مطرح میشه چه ایشون توانمنده و همه به دور این هستن. همزمان با این از پادگان ولیعصر میاد مهاباد و در آزادسازی مهاباد از سمت میاندآب نقش داره. بعد از توی مهاباد دیگه خودشه داره تصمیم میگیره چه میره بوکان، بعد در سقز، بعد در بانه. یه مباحث در رابطه با مسائل مالی سپاه پاوه پیش آمد که شفاف نبود. حساب کتاب مالی سپاه پاوه احمد ریز شد ولی واقعا شفاف نیست. با شورا حرفش این بود که شما بیاید حساب کتاب سپاه پاوه رو شفاف کنید. اونم تن در نمیدادن. به خاطر همین گفت اگر به من نگید میدم به مردم میگم. همین کار رو هم کرد. توی نماز جمعه شب روز صحبت کرد و موارد رو گفت. من در لباس سپاه، با کارت سپاه، با همه چیز سپاه دارم به شما میگم که شما باید از سپاه توضیح بخواد. باید یک دقیقه که شما بپرسید چرا؟ این که شما نپرسیدید، شما ملت باقی در این مورد احساس مسئولیت نکردید، نگردید کار بگیرد ها، برای مردم اجازه بدید مسائل رو از اون جنبه که سپاه پایگاه مردمی داره توجه کنید برادرها به این ترتیبه که سپاه مردمی میشه که هر کی رو مردم گفتن، هر کی رو مردم تایید کردن داخل سپاه باشه.